سلام و درود در دنیا آیا انکبوت وجود داره که گزششون برای انسان خطرناک باشه و آیا در ایران هم انکبوت داریم که گزششون باعث بشه انسان جونش رو از دست بده یا خطراتی برای انسان داشته باشه ما در این ویدیو میخوایم در مورد این موضوعات صحبت کنیم حتما با ما همراه باشید بله در دنیا انکبوت هایی وجود دارن که میتونه گزشش باعث مرگ و خطرات بسیاری بشه که ما در اینجا تعدادی از این گونه هایی که باعث خطر میشه رو به شما معرفی میکنیم در دنیا دو گونه گزش بسیار بسیار خطرناکی داره و گزارش های زیادی از گزش های خطرناک و مرگ و میر از این دو گونه انکبوت گزارش شده که ما به صورت خلاصه در مورد این دو گونه و گونه دیگه صحبت خواهیم کرد. در دنیا دو گونه انکبوت هستند که گزش های بسیار بسیار خطرناکی دارند و جزو خطرناکترین انکبوت های دنیا این دو گونه محسوب میشه انکبوت سرگردان برزیلی و انکبوت تارقیفی سیدنی انکبوت های سرگردان جنسی از انکبوت هاست که دارای گونه متنوعی که از آمریکای مرکزی تا آمریکای جنوبی پراکندگی دارند. گونه ای که بسیار گزش های خطرناک و زیادی رو رقم میزنه گونه ای به نام انکبوت سرگردان برزیلیه که بسیار گزش های مرگباری داشته و گزارش های زیادی از گزش های خطرناک این گونه گزارش شده انکبوت سرگردان برزیلی وقتی تهدید میشه رو بالا میده و رنگ متنوع و زیبایی که زیر بدنش داره رو به رخ میکشه تا به دشمن هشدار بده که نزدیک نشه و اگر نزدیک بشه به مهاجم حمله میکنه و اونو میگزه و دارای گزش های بسیار خطرناکیه بیشترین گزارش های گزش انکبوت سرگردان برزیلی در داخل موزستان ها بوده که وقتی که موزا رو میچیدن بیشترین گزش به این شکل رخ داده و حتی وارد خونه میشه البته اینو بگم که جانوران زهراگین و یا جانوران دیگه وقتی اذیت نشن یا تهدید نشن اقدام به گزیدن یا حمله نمیکنن چون ما وارد زیستگاهشون شدیم این برخوردها و تهاجوزات طبیعیه ولی گزش هایی که ایجاد میشه ممکنه جون انسان یا به خطر بندازه و به خاطر همین باید مراقب بود و آگاهی پیدا کرد تا اتفاقات ناگواری نیفته یا اتفاقات ناگوار کمتر رخ بده دومین انکبوتی که گزش های بسیار بسیار خطرناکی رو رقم میزنه و بسیار معروفه انکبوت تارقیفی سیدنیه که در استرالیا زندگی میکنه و انکبوتی ریز جستر سیاه رنگه که در اطراف مناطق مسکونی وقتی حرکت میکنه و یا وارد میشه و اذیت بشه یا تحت فشار قرار بگیره بلافاصله اقدام به گزش میکنه و گزش های بسیار خطرناکی رو داره البته پادزهر داره و گزش هاش درمان میشه ولی اگه درمان نشه گزش های مرگباری داره انکبوت تارقیفی سیدنی به دلیل اینکه توری که میبافه و تاری که میبافه به صورت قیفه معروف شده به انکبوت تارقیفی ولی چون در سیدنی اولین بار دیده شد بهش انکبوت تارقیفی سیدنی میگن انکبوت های خطرناکی دیگه در استرالیا زندگی میکنن مثل انکبوت تارقیفی درخت شمالی انکبوت دم سفید موش انکبوت ها که در استرالیا باعث گزش های خیلی خیلی کمی میشن ولی دارای گزش های خطرناکی هستند نمونه دیگه از انکبوت های زهراگین دنیا که دارای گزش های بسیار خطرناکی هستند و گزارش های زیادی در مورد مرگ و میر توسط گزش های این گونه ها شده به جنس انکبوت های بیوه برمیگرده. انکبوت های بیوه در سرتاسر سر دنیا با گونه های متنوع پراکندگی داره از قاره آسیا، آفریقا، استرالیا، و جنوب اروپا و حتی قاره آمریکا که در ایران پنج گونه از انکبوت های بیوه زندگی می کنند که از قدیم در این سرزمین زیست کردند و هنوز هم هستند در برخی از منابع یا ویدیوها یا مجازی که می بینید پیدا شدن انکبوت بیوه در فلان شهر این تازگی نداره و جای دیگه نیومده ما در ایران پنج گونه داریم و سالهای سال قبل از اینکه انسانها در زمین زندگی رو کنن انکبوت های بیوه حضور داشتن خطرناک در این انکبوت های بیوه که در مناطق مختلف پراکندگی دارن اینو بهتون بگم البته ما همه انکبوت های بیوه سیاه رنگ نیستن ما انکبوت های بیوه سفید انکبوت بیوه قرمز انکبوت های بیوه قهوه‌ای و رنگ های مختلف هم داریم ولی اکثریتشون بیوه های سیاه هستند. خطرناک ترین انکبوت های بیوه میتونیم به انکبوت بیوه قرمز اشاره بکنیم که در قاره آمریکا پراکندگی داره به خصوص مناطق جنوبی قاره آمریکا انکبوت بیوه شمالی رو داریم که در آمریکای شمالی پراکندگی داره انکبوت پش قرمز یا انکبوت بیوه پش قرمز که در استرالیا و بخشی از مناطق آسیا پراکندگی داره انکبوت بیوه قهوه‌ای رو داریم که در مناطقی از آسیا، اروپا، آفریقا، استرالیا و آمریکا پراکندگی داره انکبوت بیوه سفید رو داریم که حتی در ایران هم وجود داره و تمام انکبوت های بیوه گزش خطرناک دارن در چنل چند ویدیو در مورد انکبوت بیوه که در ایران پراکندگی داره صحبت کردیم که میتونین اونا رو ببینین و در موردش اطلاعاتی کسب کنید اگر ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید لایک کنید کامنت انگلیسی بذارید زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدی که نمیشه به اشتراک گذاشته میشه به اطلاعتون برسه چون با حمایت های شما ما میتونیم قوی تر موثرتر فعالیت کنیم ممنونم در آفریقا انکبوت هایی وجود دارن که دارای زهرهایی خطرناکی هستند و در مناطق صحرایی و شمال آفریقا پراکندگی دارن که بهشون انکبوت های شش چشم شنی میگن این عنکبوت در زیر شن پنهان میشن و هر موجودی که از کنارشون رد بشه بیرون میان سری و اونو شکار میکنن و دارای گزش های بسیار خطرناکیان. ولی چون بیشتر در مناطق صحرایی زندگی میکنن و تعارض کمتری با انسان دارن گزش های کمی و رقم میزنن ولی دارای گزش های خطرناکی هن. انکبوت های دیگه ای که بسیار گزش های خطرناک و نکروز های وسیع و وحشتناکی دارن انکبوت های ویولونی یا انکبوت های قهوه‌ای یا انکبوت های گوشگیر هستند که به خاطر اینکه بر روی سرسینه شون علامتی شبیه ویولون دارن به انکبوت های ویولونی نیز معروفن این انکبوت ها در آسیا، آفریقا، اروپا، استرالیا و آمریکا پراکندگی دارن و گونه‌های بسیار بسیار زیادی ازشون گزارش شده و خطرناکترینشون میتونیم به انکبوت گوشگیر شیلی، انکبوت گوشگیر مدیترانه اشاره کنیم در ایران دو گونه انکبوت گوشگیر تا الان گزارش شده که ممکنه بهش اضافه بشه گونه ای که در ایران زندگی میکنه گونه انکبوت گوشگیر مترران که در اکثر مناطق به صورت لکه پراکندگی داره و گونه دیگه که زادبون و اندمیک ایرانه و فقط در قارها زندگی میکنه در جنوب و جنوب غرب ایران پراکندگی داره به نام انکبوت گوشگیر ایرانی، در کل در ایران گزش های سنددار از انکبوت های گزارش نشده و بسیاری از انکبوت های دیگه که خطرناک نیستن به انکبوت های گوشگیر، انکبوت های بیوه و دیگر انکبوت شباهت دارن و شناختشون برای مردم عادی بسیار بسیار سخته دوستان عزیز حتما ویدیوهای چنل رو مشاهده کنید در مورد بسیاری از گونه های خزندگان و جانوران زهراگین ایران و برخی از مناطق دنیا ما صحبت هایی کردیم که میتونید به اون ویدیوها مراجعه کنید و به بسیاری از سوالاتتون پاسخش اونجا دریافت کنید انکبوت های بسیار زیادی دیگه ای وجود دارن که میتونن دارای گزش های خطرناک باشن ولی چون گزش های بسیار کمی دارن به خاطر کمترین تعارضات یا برخورد بسیار کم در موردشون نمیخوایم صحبت کنیم و مسئله رو طولانی بکنیم و در ذهن خیلی ها مسائل رو بسیار ترسناک بکنیم ما در اینجا در مورد واقعیت میخوایم صحبت بکنیم بسیاری از انکبوت ها به هم شباهت دارن و شما با مشاهده هر انکبوتی گمان نکنید که حتما این انکبوت خطرناکه شاید اون گونه انکبوت خطرناکی نباشه ولی همیشه باید احتیاط کنید و بدون شناخت به هیچ موجودی دست نزنید در ایران تا کنون هفت گونه انکبوت زهراگین که دارای گزش های خطرناکه گزارش شده که ما اینجا تیتروار بهش میپردازیم و در آینده بیشتر در موردشون صحبت میکنیم البته در مورد بعضیاشون ویدیو در داخل چنل هست و در آینده در مورد بقیه گونه ها حتما ویدیو تهیه خواهیم کرد در ایران از جنس انکبوت های بیوه پنج گونه تا کنون گزارش شده انکبوت بیوه سیاه داهلی، انکبوت بیوه سیاه مدیترانهی، انکبوت بیوه پشت قرمز، انکبوت بیوه قهوه‌ای و انکبوت بیوه سفید که البته انکبوت بیوه پشت قرمز گونه دیگه و با گونه انکبوت پشت قرمز استرالیایی فرق داره. اگر ما رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید به دیگران معرفی کنید زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدی که نمیشه به اشتراک گذاشته میشه به اطلاعتون برسه کامنت بذارید اگه کامنت انگلیسی بذارید که خیلی ممنون میشم ما رو حمایت کنید تا بتونیم بیشتر و قویتر فعالیت کنیم ممنون انکبوت های بیوه با این پنج گونه در سرتاسر سر ایران پراکندگی دارن و در مناطق بسیار سرد و جنگل های هیرکانی مرتوب زندگی نمیکنن ولی در خاشیه جنگل های هیرکانی پراکندگی دارن. همینطور که اشاره شد دو گونه از انکبوت های گوشگیر هم در ایران زندگی می کنند. همینطور که گفتیم انکبوت گوشگیر مدیترانهی و انکبوت گوشهگیر ایرانی گونه های از انکبوت های گوشگیر هستند که در ایران پراکندگی دارند. در کل گزش انکبوت های بیوه و انکبوت های گوشگیر در ایران بسیار بسیار کمه چون گونه های مهاجمی نیستند. در آینده در مورد انکبوت های زهراگین ایران ویدیو تهیه خواهیم کرد و در موردش با شما صحبت می امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده هر چقدر میتونیم بازدیداتون بیشتر بشه تا بتونیم بیشتر از ما حمایت کنین. ممنونم.